Have you ever stopped to think about the beauty of the moments in between? بیننده های محترم تیوی پلاس، باید خدمتتون عرض کنم که اینجا دلتون نخواد بمبئیه و ما اولین روزیه که اومدیم سر لوکیشن کار بزرگ و تماشایی سلام بمبئی که رضا گلزار عزیز و بنیامین بهادری دوست داشتنی توش بازی میکنن. این اولین پروژه بین‌المللی تیوی پلاس محسوب بشه که اومدیم پشت صحنه این فیلم رو ببینیم، فیلمی که اولین پروژه مشترک سینمای ایران و بالیووده. با ما همراه باشین، سعی میکنیم دوی دو سه روزی که هستیم گزارش متفاوتی رو خدمتتون تقدیم کنیم. باید آخر پلاتون تشکر کنم از گالری سنگ تهرانی و کمپانی صفی پور که به عنوان اسپانسر این سفر رو همراهی کردن. مرسی. کمپانی صفی پور شما را به دیدن ادامه برنامه دعوت میکند. آقا کلن همیشه اینقدر رفت آمد دارین؟ آقای محمد بود شیش و نیم صبح کی زده اینا؟ شیش و نیم صبح پا میشم. نه شیش و نیم صبح پا میشم. شیش و نیم صبح بیدار میشم، یه دوش میگیرم، میام دیگه همزمان موسیقی، ترانه ها، چارت کلیپ داریم، گیریم، لباس، دیگه یه تک ساعت فکر کنم دیگه میرم هتل، از تو لابی هتل فکر کنم با چشمای بسته میرم تا اتاقم از خستگی. مثلا دیروز سکانس های سنگینی داشتیم، از خستگی نتونستم شام بخورم، از خستگی. آره خب روزای شلوغی داریم. خودم خسته میشه شام میخوره که آ خسته میشه شام میخورن معمولا. ببین اینقدر خسته بودم از خستگی نمیشه قاشق رو بیاریم. نه نه خسته بودم، جسم خسته باشه دیگه نمیتونم، فقط میگم میخوابم دیگه. آقا این همه ستاره تو کاره اذیتتون نمیکنن؟ یعنی بالاخره چون خیلی‌ها فکر میکنن که اول اینکه ستاره‌ها بغل هم دیگه خوش اخلاق نیستن، بعدم کلا حرف خودشونه. میخوام این آقای گلزار و آقای بهادری چقدر حرف شما رو گوش کردن، چقدر در خدمت کار بودن. کار کردن با ستاره واقعا سخته، اما یه خوش شانسی که من داشتم، واقعا دو تا بازیگرا عزیزای دل بودن، خیلی کمک کردن. رضا گلزار با تمام وجودش کار کرد. بله من میدم خیلی کنسرت میداد، پیشنهاد میداد. بله با تمام وجودش کار میکرد و بازیش هم سخت بود، هم به زبان هندی بازی کرد هم به زبان انگلیسی. حالا فارسیش هم خب دیگه بارها، ولی خب اولین فیلم سینمایی بود که به زبان انگلیسی بازی میکرد. دیالوگاتون هم بعد جور نوشته بودین، من داشتم میدم میگفتن که دو صفحه آقای محمدپور لکچرای مرحوم گاندی رو نوشتم، بعد آقای گلزا باید حفظ میکردم میگفتم. درست. چرا با این بچه این کار رو میکنه؟ صفحه که نبود، میکنم یه حدود پنج، چهار پنج خط بود. خط. آره آره. خب ببینید ما یه قسمت های صحبت دکتر علی شریعتی رو میگفت، یه قسمت های جایی بود که دختر خودکشی میکنه و میخواد امید بهش برگردونه، که وقتی گاندی راجع به زندگی صحبت میکنه همون حرفای گاندی رو به دختر تکرار میکنه. سه فیلمو میگین کلا دو خطی؟ ببینید یه دانشجوی ایرانیه که تو بمبئی درس بخونه، علی رضا گلزار. رضا گلزاره و یه دوست دیگه هم داره نام احمد که آقای بنیامین بهادریه. اینا دو تا دانشجوان که رضا گلزار یکی از همکلاسیاش خودکشی کرده و میره امیدو بهش برمیگردونه و یک رابطه عاشقانه شکل میگیره. در ادامه مادر علی از دنیا میره و علی میره ایران و انتظار دختره برای اومدن علی خیلی طولانی میشه. یعنی پس طنز و اینا نیکار؟ نه، یه کار عاشقانه کاملا جدیه، پر احساسه، پر گریه. گریه هم میکنن؟ زیاد البته گریه نمیکنن، میخوایم بخرین اشکال. یه سوال دیگه که
ذهن منو به خوش مشغول کرده حضور همسر بنیامینه. چی شد به این ایده رسیدین شما؟ چون به زبان هندی مسلط بود و خب البته نقش زیاد بلندی هم نیست، نقش کوتاهیه، فکر کنم کلا 4 سکانس بازی داره. آره تجربه بنیامین راضی کردین؟ خب معمولا راضی نمیشه. دیگه باهاش صحبت کردیم دیگه رضایت، اول تست ازش گرفتم دیدم تو تست خیلی خوبه. و چون زبان هندی بلد بود 50% و قطعاً جلو بود، فرداش تست بازی هم گرفتم و دیدم خوبه دیگه، قرار شدشون بازی کنه. بازی بارانا که نیست فعلا، نه. آلبرت ریله خب بیننده های محترم، این اتوبوسی که میبینین الان کارکرد دیگه داره. جهت اطلاع باید عرض کنم که کابیناییه که برای بازیگره اصلی کار در نظر گرفته شده. مثل ایران نیست که مثلا بازیگر بنده خدا بره لب جوب بشینه مثلا چایی بخوره آب بخوره منتظر باشه که پلانش برسه. اینجا چون هوا هم گرمه توی این کابینا کولر گازی هست، فضای خوبی مهیا شده برای بازیگر برای اینکه استراحت کنن، وقتش شد برن جلو دوربین. بابا همراه باشیم بریم تو کابین رضا گل با آقای بغوزری. خیلی ممنون بنیام جان، خسته نباشی. چطوره؟ قربونت برم. چطور ما بیایم بعد مصاحبه؟ خیلی مخلصی نفر، خیلی چکر. آقا را بریم تا... را علی یکم نریم. باش چطور بوده تا اینجا کار؟ خوب بوده، خیلی خیلی عالی بوده. من اصلا موسیقی خیلی سخت داره دیگه. موسیقی یه جور دیگه است دیگه، یه حال باحالیه. سال آخرم الان پشت صحنه این که چقدر نسبت به فیدبک امیدواری، چقدر به پرفروش شدن فیلم امیدواری؟ فکر کنم اتفاق خیلی خوبی میفته. آره منتها دیگه ببینیم خدا چی میخواد. آره کار خداست دیگه. آره. مرسی. من اومدم میبینم خیلی همه پر جنب جوش و گروه بزرگ. ببین کار که تو همون قد و قوارهایی که بالیوود داره، ما تو همون اندازه ایم، چیزی کم نذاشتیم برای این کار. هم عوامل، هم بازیگرمون، هم به لحاظ پشتیبانی هر آنچه که لازم بوده. تقریبا با سیستم همین سینمای این کشور رفتیم جلو و قواعد برنامه اینا رو رعایت کردیم. خیلی به نظرم اگه مشترکات ما شکل بگیره بین دو تا کشور در خصوص سینما، چون اینا زیر ساخته خیلی خوبی دارن، یعنی قریب به حدود 10,000 سالن سینما دارن و تقریبا به لحاظ موضوع یکی هستیم، موضوع فیلم سازیمون، علاقه به فیلم های ایرانی زیاد دارن، من فکر میکنم که میتونه اتفاق خوب بین طرفین بیفته. این فیلم هندیه یا فیلم ایرانیه؟ یعنی چارچوبش رو میگم، چارچوب روایتی شاید دقیقا. ببین ترکیبیه، یعنی خب طبیعیه که وقتی ما داریم این فیلم رو میسازیم، از ایران اومدیم داریم براش هزینه میکنیم، با سیاست های کشور خودمون و سینمای خودمون داریم بریم جلو و اتفاق در بستر هند میفته، ولی هرچی که هست فیلم با موضوع ایرانیه. چقدر به بازخوردش امیدوارین آقا؟ هم فروش هم بین منتقدان. خب این اولین بار همچین اتفاقی باز میفته، امیدوارم که ما یه شروع کننده خوبی باشیم برای سینمای ایران و پیش بیاد که شرایطی تهیه کننده های دیگه و کارگردان های دیگه بتونن با موضوعات مشترک توی این کشور بیان کار کنن و شرایطی به وجود بیارن تو قصه هاشون که ترکیبی باشه بازیگرها، بتونیم از سالن های سینمای این کشور فضای خوب پخشش استفاده بکنیم. برای اکرانش برنامه‌ریزی کردین تو تهران ایران؟ بله برنامه‌ریزی کردیم، پخشمون به عهده آقای سرتیپی فیلم ایران، برنامه‌ریزی کافی داره ایشون خودشون میکنه. برای اینجا در حال مذاکره ایم با چند تا پخش کننده مطرحشون
همشون فیلمو خواستن، دوست داشتن، با ما مذاکرن، حتی پیشنهادهای خوبی هم دارن میدن. ما داریم انتخاب میکنیم با کدوم بریم جلو. این کاره چجوریه؟ یعنی فکر میکنین که نسبت به مدیوم سینما ایران چجوری؟ یعنی میشه مقایسش کرد بزرگتره کوچکتره؟ به این شکل به نظر من نمیشه مقایسه کرد، برای اینکه به هر حال ما با شرایط فنی خودمون، با شرایط اقتصادی خود سینما ایران فیلم میسازیم. خب اینجا خیلی متفاوته شرایط، اصلا یک اقتصاد و هنر و اقتصاد پولسازیه اینجا و به همین نسبت هم خیلی جدیه. مقایسه نمیتونیم بکنیم به نظر من، که حالا مثلا ما یه تجربه ای رو در واقع ما داریم میکنیم بعد از سالیان سال. این تجربه مهمتر از اونه. کاراشون رو بلدن، میدونن، خوبن، مشکل نداریم. ولی خب به هر حال اقتصاد این سینما با اقتصاد سینما ایران خیلی متفاوته. سینما ایران به دلیل شکست اقتصادی که داریم میخوره و خورده، به تبع سرمایه‌گذاری درش کمتر میشه. بیننده‌های محترم، با ادامه گزارشمون از فیلم جنجالی و پرسر و صدای سلام بنبایی در خدمتتون هستیم. ما الان پشت صحنه نشسته بودیم، پیج آقای گلزار و خانم دیا میرزا رو داشتیم نگاه می‌کردیم. خیلی از طرفدارای آقای گلزار بهشون سوال شده که نکنه توی هند قرار اتفاقای خیلی برای آقای گلزار بیفته و بالاخره برن خونه بخت و اینا. ما گفتیم که بیایم با خود خانم میرزا صحبت کنیم. الان آقای جوان که زبانش هم خوبه من گفتن که برم به خانم میرزا بگم دیا بیا و این سوال ازشون بپرسم که آیا ایشون اصلا ازدواج کردن، اگه نکردن قصد ازدواج دارن یا نه، اگه شاید هم مثلا آقای گلزار بالاخره همراهون باشه. بپرسیم ببینیم چی میشه یه امتی و یک ملتی رو از نگرانی ما رهایی بدیم. کوروش بریم آقا تا ریلی نردم. ما آقا وایسین دیگه، ما یه سوال داریم. ما طرفدار شما خیلی نگران شدن تو پیجتون دیدیم، گفتیم یه سوال ازشون بپرسیم. بپرسین که چون ترجمه میکنین؟ خب بپرسین که ایشون ازدواج کردن یا نه، چون طرفدارشون خیلی نگرانن. If you're married or not. Yes. یعنی نگران نباشن طرفدارشون. این چه سوال زشتی اولا دارین میپرسین، بعدم این که ایشون متأهلن، اسم همسرشون آقای ساحل، بسیار هم نازنینن، دوست خوبم. یه جمله فارسی در مورد شما بگم، همون چیزی که تو اینستا گفتم. Something farsi in Persian. بابا خوشگله. Thank you. مرسی، مرسی. جو 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 آب جو فقط جو جو. کشتیارا هستم، به بخش تهیه کننده کمک میکنم، به عنوان سرمایه گذار کمک تهیه کننده. خیلی پول دارین شما؟ نه پروژه سنگین. پول دارین دیگه؟ پول دارن بیننده محترم که یه همچه پروژه خفنی رو سرمایه گذاری کردن. چقدر پول دارین آقا؟ تلاش میکنیم که انشالله کار هنری جلو ببریم و به نسبت سال گذشته سعی کردیم که کار هنری بیشتر توسعه بدیم و همکاریشو با کشورهای دیگه بیشتر بکنیم. اولین پروژه مشترک ایران و هند، فکر می‌کنید چقدر موفق میشه این کار و چقدر میتونه معنا باشه و ادامه دار باشه این همکاریه؟ خود شروع این پروژه در هر صورت به معنی موفق شدن این پروژه هستش، بخاطر اینکه اولین همکاری هستش و همه راه‌ها رو داره هموار می‌کنه برای همکاری‌های بعدی و پروژه‌های بعدی. خود این یعنی موفقیت. گویا کار در آینده چه اتفاقی بیفته، خود این استارت موفقیت خیلی بزرگ هستش. میبینیم که شما اینجا همه کاره این تقریبا، یعنی هم هندی هست شما حساب من، هم ایرانی ها. خواهش میکنم، من کارم انجام میدم. میشه اسمتون رو بگین؟ من برنامه‌ریز پروژه و دستیار اول کارگردم. سخت نیست باشه اصلا پروژه اینقدر سنگین و 100 تا زبون فکر کنم باید بلد باشین تا هماهنگش؟ خب برای تجربه جدیدی بود، اما خب من سالهای سالی که دارم این کارو میکنم و خدا رو شکر یه گروه کاملا حرفه‌ای هم داریم و نه خدا رو شکر. آقا شما سرما و گرمای سینما رو قشنگ چشیدین تو تمام این سال. فکر می‌کنین فیلم موفق میشه؟ نه انقدی که در مورد صحبت میشه بازده مالی هم داره. واقعیتش اینه که من برای فیلمایی که کار میکنم یه تعصبی دارم. بسیار امیدوارم که این اتفاق بیفته.
هدف این پروژه یک فیلم سرگرم کننده سالم برای مخاطبینشه. امیدوارم که به اون هدفش برسه. در خدمت مترجم گروه سلام منبعی و یکی بازیگرای این فیلم سینمایی هست اونجا، همین هم چه داد میزنه، این گروه هندیشون خیلی داد میزنه، من باید داد بزنم که صدا بیاد. آقا چطور بوده کار؟ خودتون رو معرفی کنیم برای ما. میخندیدن یه جوری که نم چرا؟ نه گفتی خیلی داد میزنن، داد زدن که لغت درستی می. چه خبر آقا؟ اول اینکه برام یک معجزه کمتر نیستی. چی؟ اومدن تیم ایران به هند کار بسیار سختیه، با ندانستن زبان و فقط دوتا مترجم دارن هر جوری کار رو پیش میبرن، زبان شکسته بسته دارن میرن جلو و کار قشنگ، یعنی صبح تا شب، شب به صبح، یعنی کار رو ادامه دادن و تو از 35 روز تقریبا 90% این فیلم تکمیل شده که سنو ایک تھا پنڈ دا شیرا آیا کس کے باندھ وہ سہرا صدقے اس یار کے سجد ڈولی